فتوا و سخنان آیت الله العظما بشیر النجفی. انتخاب نوری مالکی در انتخابات عراق حرام است. ولكن اجوا كشمروكم في الانتخابات السابقه الان كل متفقون كل عقلاء متفقون على التغيير. تغيير ما نشينه جمتي غير هؤلاء على الكرسي، هذا ما تغيير. واعلموا اخوتي قد افتيت انه اي واحد مضطر لو سبب او لاخر اخذ عرصه اخذ مال اخذ واخذ مالك هذا وليس مال هو مالتك مال الشعب المنهوب. اخذ مالتك هنيه مريه حلال، ولكن لا يجوز لك ان تنتخب حتى اذا اقسمت له. لا يجوز لك ان تفي بهذا القسم، لا يجوز لا يجوز. يقول عني وهارب الارهاب، من خلق الارهاب؟ تدرون اولادي في هاي السنوات قبل ما تشتد هاي حاله الارهاب اهملت الحدود، حدود العراق اهملت اهملت. مخابرات بيدمان هو، وزارة الدفاع بيدمان هو، خزينة الدولة بيدمان هو، وزارة الداخلية بيدمان هو، وخدمات انتم تعلم هاي بصرة 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 هاي بصرة بصرة تشكل عمود الفقري للعراق، يعني لان ميناء تجارة ومصانع واوا كلها انتم تعرفون. تدرون الى الان ما وفر لهم مي حلو للشرب، 9 سنوات اكثر اهل البصرة يشترون كواتي مي هذا مسفة. ليش الان وضعيف؟ واعلموا اخوتي يوزع تمر، جابوا لي صورة هذا بالكاميرا هذا فيديو شاحنة بيه كتون تمن يوزي كيلوات تمن على الشعب العراقي. ليش افكرت الشعب حتى توزع عليهم تمن مثل ما توزع على الفقراء والمساكين؟ وين وجهك امام الله؟ كم مليار ماتي، 50 مليار فوق مليار يداين بالربا من دول اوروبيه. ليش حتى يكسر ركبة العراقي بالدين؟ يا ويلك من عذاب الله، قليل من الدخل عندك؟ كلنا ملايين براميل يوميا، ملايين، وكل برميل 100 دولار. طوقت قوات سوات تابعة لمكتب رئيس نيروهاي سوات وابسته بدفتر نخست وزيري نوري مالكي خانه آیت الله العظما بشیر النجفی را محاصره کردند. به گزارش العربیه و تغییر، یک منبع نزدیک به دفتر آیت الله نجفی گفت این محاصره امنیتی در پی فتوای اخیر آیت الله نجفی درباره انتخاب نکردن نوری مالکی به دلیل شکستش در 2 دوره قبلی در زمینه سیاسی و امنیتی و خدماتی صورت گرفته است. به گفته این منبع، خانه مرجع دینی آیت الله بشیر النجفی خسارت زیادی دیده است، زیرا که نیروهای سوات تلاش کردند وارد آن شوند، ولی حضور مردم مانع این کار شده است. به دنبال انتشار فتوا و فراخوان آیت الله بشیر النجفی و تعرض و اهانت نزدیک به دفتر آیت الله العظما سیستانی گفت این تجاوز غیرقابل توجیه و توهین آشکار به مقام مرجع دینی آیت الله بشیر النجفی بعد از آن صورت میگیرد که او نظر خود را در مورد انتخابات پارلمانی اعلام کرده است. تلویزیون البابلیگه ضمن اعلام این خبر اضافه کرد همین منبع افزود توهینی که برخی به مقام مرجعیت می کنند آنچه را که در درونشان درباره مراجع دینی و حوزه نجف هست آشکار می کند. مرجع دینی آیت الله سیستانی هر توهینی به مقام مرجعیت را به شدت رد می کند.